زندان واژه‌ای است که شنیدنش ترس را در ذهن آدم تداعی می کند. زیرا محلی برای نگهداری مجرمین و محکوم شدگان توسط نظام‌های حاکم است. اما در جهان امروزی، زندان می تواند مکانی برای اصلاح و بازپروری شخصیتی و توانمندسازی مجرمین از طریق ارائه آموزش‌های فنی حرفه‌ای نیز باشد. در زندان هرات 600 زندانی همزمان با سپری کردن دوره محکومیتشان از مدتی به این سو مصروف فراگیری آموزش‌های فنی حرفه‌ای‌اند. شماری از این زندانیان از طریق فراگیری این برنامه‌ها حتی برای خانواده‌هایشان در بیرون از زندان پول می‌فرستند. همینجا گفت به هر 15 روز ما 3000 4000 2000 میشیم از اینجا گفت برداوس میجونه و اینو به خونه ری میکنم. همین خیلی برای ما باعث افتخاره که از بیرون کسی نمیگیم برای ما چیزی بیاره. شکر. میبند صمدی مدیر زندان مرکزی هرات میگوید زندانیان در ختم دوره‌های آموزشی گواهینامه و دست می‌آورند که در بازار کار از اعتبار بلند برخوردار است. ما نجاری داریم، مکاکی داریم، قنادی داریم، خیاطی است، مربافی است، سنگتراشی است و غیره. تقریبا 20-25 حرفه فعلا فعال است، فلزکاری است و دی بخش هم مصروف مبوسین ما مبوس است. زندانیانی که در این مرکز آموزش حرفه و فن مصروف کار و آموزش هستند، امیدوارند که بتوانند پس از پایان دوره محکومیتشان به عنوان یک شخص عادی و برخوردار از مهارت‌های کاری به جامعه برگردند. ان شاء الله رحمان قول میدم که از اینجا که بیرون بشم و به امید خدا اگر بیرون بشم ان شاء الله رحمان قسم ادامه میدم که بتونم یک لقمه حلال برای تمام فامیل خود فراهم کنم. در زندان هرات بیش از 2000 زندانی در بندند. مسئولین این زندان میگویند اگر امکانات کافی داشته باشند می توانند شمار بیشتری از این زندانیان را شامل برنامه‌های آموزشی سازند.